تیم ملی فوتبال ایران در آخرین بازی گروهی خود در جام جهانی 2018 روسیه با کسب یک نتیجه مساوی مقابل پرتغال از راهیابی به مرحله بعد باز ماند. بازیکنان ایران دیدار نخست خود را با برد مقابل مراکش به پایان برده و در دومین بازی خود مقابل اسپانیا با نتیجه 1-0 شکست خورده بودند. جزئیات خداحافظی تلخ ایران با جام جهانی روسیه را دنبال می‌کنیم با علی عمادی. علی، از آربیتور بدونیم. ایران بهترین بازی خودش را ارائه داد در این سه دیداری که مقابل مراکش، اسپانیا و پرتغال به میدان رفت و تا ثانیه‌های پایانی هم امید داشت به اون چیزی که کیروش ازش به عنوان رویا نام برد. اما حتی شکست ایران یا خداحافظی تلخ اونچه که تو ازش نام بردی با جام جهانی هم باعث شادی هواداران در شهرهای مختلف ایران نشد. اما اونچه که در حافظه تاریخی فوتبال ایران خواهد موند این هستش که ایران با یک برد، یک مساوی و یک باخت برای اولین بار، یعنی با 4 امتیاز جام جهانی رو ترک کرد. و اونچه که در تاریخ خواهد موند این که ایران با داشتن بهترین گلزنان یا شاید میشه گفت یکی از پر مهره ترین گلزنان تاریخ فوتبال ایران در این جام جهانی تنها 2 گل به ثمر رسوند، یکیش گل به خودی عزیز بوحدوز بود و یکی هم از رو نقطه پنالتی که دیشب اتفاق افتاد. و اینها سوالاتی هستش که قطعا برای جام ملت‌های 2019 که از 5 جنوری سال 2019 آغاز میشه در امارات سوال‌هایی هست که اگر آقای کیروش سکاندار هدایت تیم ملی ایران هست که قرار هست بمونه بعد بهش پاسخ بده، به خاطر اینکه اگر نگاه بکنیم به مهاجمانی که در اختیار داشت، علیرضا جهانبخش بهترین یا آقای گل لیگ اردویزی هلند، اشکان دژاگه به عنوان مهاجم بود که اصلا ازش کمک گرفته نشد، مهدی طارمی بهترین و گلزن‌ترین بازیکن تاریخ پرسپولیس با 55 گل و یکی از گلزنان لیگ قطر، رضا قوچان نژاد که با 8 گل در هیرنفین واقعا خوب بود با اینکه مصدوم هم خیلی بود، سامان قدوس که از استشوند سوئد اومد، سردار آزمون که با 4 گل در روبن کازان خوش درخشید و وحید امیری از پرسپولیس و همچنین کریم انصاری‌فرد که به عنوان هافبک بود و با 17 گل نفر دوم لیگ یونان بود. به هر حال کیروش در سال 2004 هم در مادرید نشون داد که با داشتن 5 بازیکن که صاحب توپ طلا بودن، یعنی مثل گوتی، مثل راول، مثل زیدان، در اون زمان هم تیم رو ششم تحویل دلبوسکه داد. به هر حال مشکلاتی هست، اما تیم ایران بسیار خوش درخشید، بازیکنان ایران بسیار خوب بازی کردن. شاید اگر مهاجمین ایران اینقدر در کار دفاعی نبودن یا اگر شاید این گل رو زودتر دریافت می‌کردن، ایران از لاک دفاعی خودش زودتر بیرون می‌اومد، شاید میتونست الان شگفتی ساز جام جهانی باشه. سارمی گل رو میتونست به ثمر برسونه. ممنون از تو علی عمادی که در استودیو با ما بودی.